سرخط خبرها. بعد از هفته ها جلسه با طالبان، کنگره آمریکا خواستار توضیح خلیلزاد درباره شکست مذاکرات شد. احضار رئیس جمعیت هلال احمر ایران به دادسرا، دلیل احضار فساد گسترده در سازمان تدارکات پزشکی. نخست وزیر سابق ترکیه حزب حاکم را ترک کرد. داوودوغلو میگوید حزب جدیدی تشکیل می‌دهد. و کارگران میانمار بی‌نصیب از میلیاردها دلار درآمد بزرگترین معادن سنگ یشم جهان. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. در پی شکست مذاکرات میان آمریکا و طالبان، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه دولت در امور افغانستان را به کنگره احضار کرده تا دلایل شکست این مذاکرات را توضیح دهد. الیوت انگل، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته زلمه خلیلزاد چندین درخواست قبلی کنگره برای توضیح درباره مذاکرات صلح با طالبان را نادیده گرفته. این جلسه قرار است پنجشنبه آینده برگزار شود. خبرنگارمون بهمن کلباسی در واشنگتن در این باره بیشتر توضیح داد. اینکه احضار بکنه کمیته در واقع به این معناست که دعوت معمولی که از مقام ها میکنن کمیته های مختلف تخصصی، همطور که در مقدمه آمد، نادیده گرفته شده و بهانه های مختلفی که مقام ها در مقاطع مختلف میارن رو استفاده کردن برای که بگویند فعلا وقت این نیست که ما بیایم جواب نمایندگان رو بدیم. در نهایت نمایندگان این اختیار قانونی رو دارن که احضار بکنن. البته حتی اون احضار رو هم اگر اون فردی که احضار شده نپذیره، اون وقت کار میتونه دادگاهی بشه. ولی به هر حال در این مقطع به نظر میاد یه قدمی است که نشان از نارضایتی جدیه دست کم اعضای دموکرات، اکثریت دموکرات در کنگره و به خصوص در کمیته روابط خارجی داره، از اینکه اساسا در مورد آنچه که بین دولت آمریکا و طالبان میگذره میگویند اطلاع کافی ندارند و از جزئیات این گفتگوها که حالا شکست خورده، آقای انگل گفته که ما در جریان نیستیم، با ماها و بارها خواستیم که بیان توضیح بدن که اساسا مفاد این مذاکرات چیست، چه توافقهایی داره صورت میگیره و در نهایت حالا چرا شکست خورده. و همه اینها در کنار هم اعضای کنگره در معمول باید در جریان قرار بگیرن و آقای انگل میگه که در جریان قرار نگرفتن و به همین جهت هم متوسل شده به اختیار قانونی احضار کردن آقای خلیلزاد. حالا باید ببینیم که روز پنجشنبه آیا حاضر خواهد شد یا نه. اصولا بهمن، جو عمومی کنگره آمریکا در مورد این مذاکرات صلح با طالبان که حالا متوقف شده چه بوده؟ به نظر میاد به هر حال مثل همه مسائل دیگه تنوع دیدگاه وجود داره. اینکه اساسا آیا سیاست درستی هست که با طالبان وارد یک گفتگویی بشیم و امتیازاتی داده بشه که فراهم بشه فضای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. تقریبا همه کسانی که خواستار پایان جنگ‌های که آمریکا درگیرش هستن اعتقاد دارن که جنگ افغانستان در اولویت هست. تعداد سربازای آمریکایی اونجا زیاده و باید بازگردن، ولی اینکه چگونه به اون نقطه برسیم در موردش اختلاف هست. ولی به نظر میاد اینجا بحث بیشتر این است که اساسا کنگره و مخصوصا دموکرات‌ها معتقدن کنگره اونطور که باید شاید در جریان جزئیات این سیاست قرار نگرفتن. و بعد هم اساسا چه شد که از یک طرف آقای خلیلزاد آمد گفت که در اصول ما با طالبان به توافق رسیدیم، بعد از چند روز یک دفعه آقای ترامپ به کل گفت که دعوتی که قرار بوده انجام بشه از رهبران طالبان رو پس گرفته به خاطر اون حملات تروریستی که شده. البته گزارش‌ها این است که دلایل دیگری داشته و اختلافات در درون خود آقای دولت آقای ترامپ بوده در مورد این دعوت یا نه. ولی در نهایت گفته است که این کلاً این گفتگوها حالا فعلا شکست خورده. به همین جهت بیشتر اطلاع نداشتن از اینکه اساساً چه می‌گذرد در این گفتگوها و چه چیز منجر به شکست شد هست که در این مقطع موجب خشم و نارضایتی نمایندگان شد.
بهمن کلباسی بود در نیویورک. اداره عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید محمد حنیف در راه حمله‌های اخیر داعش در افغانستان را در عملیاتی در شمال کابل کشته است. گفته شده یک عضو پاکستانی داعش هم کشته شده و 3 نفر هم بازداشت شدند. نیروهای ویژه دیشب به مخفیگاه داعش در منطقه خیرخانه کابل حمله کردند. در این حمله یک زن پاکستانی و 4 فرزندش که در این مخفیگاه زندگی می‌کردند زخمی شدند. 10 داوطلب نامزدی ریاست جمهوری آمریکا از طرف حزب دموکرات در یک مناظره تلویزیونی به مسافه هم رفتند. آنها درباره مسائلی از قبل کنترل اسلحه و بیمه درمانی و دونالد ترامپ درگیر شدند. جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری در دوران باراک اوباما که در نظرسنجی ها پیشتاز است در این مناظره مجبور شد به انتقادهای تندی پاسخ دهد. بهرنگ تاجرین گزارش می‌دهد. در گرمای تگزاس بسیاری ساعت‌ها صف بستند تا یک مناظره داغ را ببینند. اینجا ایالتی است که از 1976 به این طرف همیشه به نامزد جمهوری خواهان رأی داده. اگر دموکرات‌ها بتوانند در چنین ایالتی برنده شوند، شکست دونالد ترامپ تقریبا قطعی است. فکر کنم هستن نامزدهایی که بتونن شکستش بدن. مسئله رفتن پای صندوق و رأی دادنه. فکر کنم دفعه قبل خیلی ها رأی ندادن و این در انتخابش تأثیر داشت. راستش رو بخوام فکر کنم بعضی از ایده هاش درستن، ولی نحوه اجراشون و کارهایی که میکنه مسخره است. تبدیل به جوک شده و مردم شروع کردن به خندیدن به آمریکا. یکی از این 10 نفر یک سال دیگر به مسافه ترامپ می‌رود. مناظره‌ای که بیشتر به بحث درباره مسائل داخلی آمریکا از جمله بحث بیمه درمان گذشت. جایی که میانه‌روهای نظیر جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری پیشین با نامزدهای جناح چپ حزب از جمله برنی ساندرز و الیزابت وارن بگو مگو کردند. من میدونم سناتور وارن میگه طرفدار برنیه، ولی من طرفدار باراکم. فکر می‌کنم اوباماکر جواب داده. ترانه هزینه درمان ما در آمریکا 2 برابر کانادا یا هر کشور بزرگ دیگه دنیاست. اینجا آمریکاست. بله، ولی آمریکایی‌ها نمی‌خوان 2 برابر بقیه کشورها پول بدن. تازه کشورهای دیگه درمان همه مردم رو تضمین می‌کنن. اوباما نمیخواست 10 میلیون نفر بدون بیمه بمونن، میخواست همه بیمه بشن. طرح من به این هدف میرسه، طرح تو نه. بعد از دفاع جو بایدن از برنامهش، به یاد ماندنی ترین لحظه مناظره اتفاق افتاد، جایی که بایدن 76 ساله تلویحاً به کم حافظگی و فراموشی متهم شد. یادت رفت 2 دقیقه پیش چی گفتی؟ حرف 2 دقیقه پیش یادت رفت؟ حوادثی از جمله تیراندازی مرگبار 1 ماه پیش در شهر الپاسوی تگزاس بحث قوانین مربوط به مالکیت اسلحه را داغ کرده. بتو اورورک که قبلا نماینده الپاسو بوده به دنبال خرید اجباری سلاح‌های جنگی نظیر کالاشنیکوف است. من مادر دختر 15 ساله‌ای رو دیدم که تیر خورده بود و جلوی چشم مادرش در 1 ساعت اینقدر خونریزی کرد تا مرد، چون اینقدر زخمی‌ها زیاد بودن که آمبولانس کافی برای بردنشون نبود. بله، ما AR-15 ها و کالاشنیکوف هاتون رو میگیریم و نمیگذاریم علیه بقیه آمریکایی ها استفاده بشن. نامزدهای 2 جناح سر این موضوع هم با هم درگیر شدند. من این بالا تنها کسی ام که انجمن اسلحه آمریکا رو شکست داده. من فقط میگم جو. به جای نگفتم بگو آره میتونیم. بیایید به قانون اساسی احترام بذاریم. ما قانون اساسی داریم. الیزابت وارن و برنی ساندرز رقبای اصلی جو بایدن برای کسب نامزدی حزب دموکرات هستند. ولی هنوز 9 مناظره دیگر تا تعیین قطعی رقیب دونالد ترامپ در پیش است. طرفداران او از همین الان آهنگ ساختن برای تحقیر رقیب احتمالی را شروع کردند. بهرنگ تاجدین، BBC. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتی از درگذشت سحر خدایاری ابراز تأسف کرده. مورگان اورتگاس گفته از شنیدن خبر درگذشت سحر خدایاری معروف به دختر آبی غمگین و عصبانی شدند و اینکه آمریکا از مبارزه مردم ایران با حکومت حمایت می‌کند. سحر خدایاری برای دیدن بازی استقلال به استادیوم آزادی تهران رفته بود و هنگامی که می‌خواست با لباس مبدل وارد ورزشگاه شود بازداشت شد. او در اعتراض به پرونده قضاییش خود را آتش زد و چند روز قبل درگذشت.
نشریه تایمز اسرائیل گزارش داده که بنیامین نتانیاهو در سفر به مسکو به ولادیمیر پوتین گفته ارتش اسرائیل در چند هفته گذشته حمله به مواضعی در خاک سوریه را تشدید کرده که گفته می‌شود متعلق به ایران بوده. نخست وزیر اسرائیل گفته ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده به اهدافی در اسرائیل حمله کند و موشک‌های نقطه زن خود را به مرز اسرائیل با لبنان و سوریه انتقال دهد. علی مطهری نماینده مجلس ایران از رئیس صدا و سیما خواسته در برنامه زنده شبکه 3 از خود دفاع کند. شبکه 3 دیشب برنامه‌ای با عنوان پرونده ویژه درباره مرگ سحر خدایاری پخش کرد که در آن آقای مطهری به نشر اکاذیب درباره مرگ سحر خدایاری متهم شد. پروانه سلحشوری دیگر نماینده مجلس ایران هم از صدا و سیما خواسته تا به او فرصت دهند از خودش به خاطر حرفایش درباره سحر خدایاری دفاع کند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران در ارتباط با آنچه فساد مالی گسترده در سازمان تدارکات پزشکی خوانده شده احضار شده است. روابط عمومی جمعیت هلال احمر گفته علی اصغر پیوندی برای توضیح درباره ابهامات در محل غیر از دادسرا حاضر شده و اتهامات متوجه او نیست. گزارش شده در روزهای گذشته هم چند نفر از مدیران سازمان هلال احمر به اتهام فساد مالی گسترده بازداشت شدند. بهنام قلی‌پور روزنامه‌نگار از پراگ ساعتی پیش درباره دلایل احضار رئیس جمعیت هلال احمر ایران چنین گفت. آقای پیوندی جمعیت هلال احمر تقریبا از آذر ماه سال 97 شروع شد. زمانی که چند مدیر ارشد جمعیت هلال احمر استعفا کردند، بعد شورای عالی در واقع هلال احمر وارد عمل شد و تحقیقاتی در واقع صورت گرفت. در اونجا مشخص بعد از ماها مشخص شد که در جمعیت هلال احمر و این بخش از در واقع سازمان هلال احمر دست کم 5 پروژه تخلفات مالی گسترده رخ داده و باید با این در واقع تخلفات برخورد بشه. پرونده این تخلفات همون سال گذشته به قوه قضاییه ارسال شد و بر اساس برخی از گزارش ها در واقع دفتر بازرسی ریاست جمهوری هم این تخلفات رو تایید کرد. احضار در واقع امروز آقای پیوندی به دادگاه در ارتباط با این 5 پروژه تخلف بزرگ مالی هستش که هنوز جزئیاتش مشخص نشده، منتشر نشده و هلال احمر هم و قوه قضاییه هم تا الان اطلاعات دقیق و جزئی در مورد این تخلفات در این 5 پروژه بزرگ در واقع کاری یا خدماتی سازمان رو منتشر نکردن. چقدر این همسو هست با سیاست‌های رئیس قوه قضاییه و اینکه داره تلاش می‌کنه با مفاسد برخورد بکنه و در این حال انتقاداتی هم از اون میشه که دست روی یک سری از نهادهایی که حتی واجب‌تر هم هستند هنوز نمیگذاره. پرونده هلال احمر در واقع قبل از حضور آقای رئیسی در قوه قضاییه مطرح شده و آقای رئیسی در این چند ماه اخیر نشون داده که تلاش میکنه در یک تعادل با مظاهر فساد در واقع سه قوه برخورد کنه و مهمترین انتقادی که الان به آقای رئیسی وارد هست در واقع مسکوت گذاشتن برخی از پرونده‌ها در مجموعه های زیر نظر بیت رهبری و سپاه پاسداران هستش که قوه قضاییه تا الان وارد این پرونده ها نشده و بررسی نکرده که چه تخلفاتی در مجموعه های در واقع این مجموعه بیت رهبری رخ داده. هرچند در واقع از یک ماه گذشته تقریبا ما گزارش هایی در اختیار داریم که درگیری هایی مبنی بر برخی از افراد صاحب نفوذ در بیت شروع شده که برخی از در واقع جریان عدالت خواه به دنبال برکناری اینها هست به خاطر فساد و یا ناکارآمدی که داشتن که به طور مشخص از دیروز یک درگیری هایی در اون گروه در بین حزب الله شکل گرفته که خواستار برکناری آقای حسین محمدی معاون بررسی دفتر رهبری هستن که متهم به لابیگری، ناکارآمدی و فساد شده. بهنام قلی‌پور بود روزنامه‌نگار از پراگ با ما صحبت می‌کرد. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی می‌گیریم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان برای توضیح درباره شکست مذاکرات به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان فراخوانده شد. رئیس جمعیت هلال احمر ایران در رابطه با فساد مالی در سازمان تدارکات پزشکی احضار شد. در ادامه برنامه تلاش خانه به خانه یک معلم روستایی در دهلی هند برای بازگرداندن کودکان کار به مدرسه.
نخست وزیر پیشین ترکیه میگوید از حزب حاکم عدالت و توسعه جدا شده و حزب سیاسی جدیدی تأسیس میکند. احمد داوودوغلو از متحدان نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و رهبر حزب عدالت و توسعه بود. علت جدایی آقای داوودوغلو تصمیم جنجالی اردوغان برای باطل کردن نتایج انتخابات شهرداری استانبول خوانده شده. در آن انتخابات مخالفان دولت پیروز شدند، اما آقای اردوغان دستور داد رأی‌گیری دوباره برگزار شود. نامزد مخالفان در رأی‌گیری مجدد هم پیروز شد. چند روز پیش علی باباجان معاون پیشین نخست وزیر هم اعلام کرد به همراهی آقای اردوغان خاتمه می‌دهد و حزب خودش را تأسیس می‌کند. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل از ازمیر ترکیه با ماست. آقایی، این تصمیم نخست وزیر پیشین ترکیه برای تشکیل یک حزب تازه چه اهمیتی داره و چه معنایی؟ در وهله اول به نظر می رسد که اینها پس‌لرزه‌های سیاسی ناشی از شکست کاندیدای حزب عدالت و توسعه در شهرهای بزرگ در جریان انتخابات شهرداری ها در ماه ژوئن هست که عمدتاً این شکست به خاطر اون عملکرد اقتصادی حزب حاکم به ویژه در سال‌های اخیر رخ داد و منجر به ایجاد یک انشقاق جدی در درون حزب حاکم شده. البته همونطور که شما اشاره کردید، این فقط آقای داوودوغلو نیستش که از حزب حاکم کناره‌گیری کرده و یا به نوعی اخراج شده، چون می‌دونید که کمیته انضباطی حزب حاکم آقای داوودوغلو رو به خاطر انتقاداتش از سیاست‌های دولت اولا عذرش رو خواست. آقای علی باباجان هم که شما اشاره کردید، وزیر سابق اقتصاد، به نوعی تزار اقتصادی حزب حاکم ترکیه تلقی میشه. ماه ژوئن گذشته حزب حاکم استعفا داد و گفتش در یک مصاحبه در ترکیه که تا پیش از سال 2020 با عبدالله گل به کمک او یک حزب سیاسی راست میانه تشکیل خواهند داد. بنابراین در سایه این انشقاق دو دستی که در درون حزب حاکم به وجود اومده، من گمان می‌کنم برای شخص آقای داوودوغلو اغراق نیست، اگر بگم این یک تراژدی بزرگ هستش، از این منظر که او معمار دکترین عمق استراتژیک ترکیه بود که میگفت مشکلات ترکیه با ارتشار همسایه به صفر خواهد رسوند و این عملا اون برنامه های اون نقش براه شده. اما یک منظر دیگه میتونه یک فصل جدید در سیاست داخلی ترکیه باشه، زنگ خطر جدی برای حزب حاکم، چرا که اینها میتونن اگر حزب سیاسی تشکیل بدن، به ویژه آقای علی باباجان، ولی آقای داوودوغلو نمیدونه که حزب سیاسی تشکیل خواهد داد، ولی آقای علی باباجان چون فرد خوشنامی هستش در ترکیه، اگر بتونه حزب سیاسی رو تشکیل بده و یک اقبال عمومی رو ایجاد بکنه، چالش یک ابر چالش جدی رو فراروی حزب حاکم آقای اردوغان قرار خواهد داد. آیا این به معنای تضعیف آقای اردوغان هست و گزینه‌های پیش روی او چیه؟ اگر بخوایم منطقی نگاه بکنیم، به هر حال این نتیجه گیری رو میشه کرد، ولی حزب حاکم هم بیکار ننشسته، دست رو دست نگذاشته. بعد از 17 سال زمامداری در واقع مسند قدرت، میبینن که این مسائل اقتصادی جدی هستش. آقای اردوغان چند پیش با آقای محمد شیمشه که وزیر اقتصاد بود دیدار کرده در مورد همین مسائل اقتصادی. و یک نکته مهمی که وجود داره اینه که زمان برگزاری کنگره بزرگ آک پارتی که قرار بود 2021 برگزار بشه، یک سال به جلو افتاده توسط تصمیم شورای مرکزی حزب حاکم. یعنی به نظر میاد این خطر رو احساس میکنن، یک پاکسازی میخوان در درون حزب حاکم ایجاد بشه. قطعا حزب حاکم ترکیه با چالش بسیار جدی روبرو هستش در انتخابات 2023. و تحلیل نهایی منم این است که جالب هست، به نظر میاد اون اقتصاد برگ برنده حزب حاکم بود در سال 2002 باعث به قدرت رسیدن همین افرادی بود که الان دارن کنار گیری میکنن حزب حاکم، این الان به نقطه ضعف حزب حاکم تبدیل شده و اگر حل نشه، من گمان میکنم که میتونه یک ضربه بسیار بزرگی به حزب حاکم در ترکیه در انتخابات 2023 بزنه. متشکرم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل از ازمیر ترکیه. توییتر چند حساب مرتبط با دولت کوبا را تعلیق کرده، از جمله حساب‌های چند مقام دولتی، یک رسانه دولتی و همینطور حساب دختر راول کاسترو رهبر حزب کمونیست. اتحادیه صنفی روزنامه‌نگاران که هوادار حکومت کوباست این کار توییتر را محکوم کرده و آن را یک سانسور گسترده خوانده. توییتر گفته اجازه نمی‌دهد کاربران با استفاده از چند حساب متفاوت در جریان آزاد مکالمات اختلال ایجاد کنند. در همین حال رسانه‌های ایران می‌گویند توییتر به تازگی یک توییت از محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم از دسترس خارج کرده. آقای رضایی گفته در این توییت به زبان انگلیسی به زندانی بودن مسعود سلیمانی، پژوهشگر ایرانی در آمریکا اعتراض کرده بود. محسن رضایی همچنین می‌گوید اینستاگرام حساب کاربری او را برای سومین بار مسدود کرده.
دولت آمریکا گفته هویت یکی از افراد متهم به ارتباط با حمله‌های 11 سپتامبر را آشکار می‌کند که خانواده کشته شدگان و آسیب دیدگان مدت‌ها در پی آن بودند. وزارت دادگستری آمریکا گفته این اطلاعات را با وکلای خانواده قربانیان در میان می‌گذارد و معلوم نیست آن را علنی کند. خانواده کشته شدگان و آسیب دیدگان خواستار پیگرد حکومت عربستان سعودی بودند. از 19 فردی که بابت این حمله‌ها در آمریکا محاکمه و محکوم شدند، 15 نفرشان اهل عربستان بودند. رانی بهاتی آموزگاری است که در هند برای بازگرداندن کودکان کار به مدرسه تلاش می‌کند. او خانه به خانه در یک روستای کوچک نزدیک به پایتخت به سراغ پدر و مادرها می‌رود تا آنها را قانع کند به جای اجبار کودکانشان به کار آنها را به مدرسه بفرستند. تلاش‌های او و همکارانش باعث شده تا حالا بیش از 50 کودک به تحصیل تمام وقت برگردند. گزارش ببینیم در این باره. بازگشت به مدرسه در سال تحصیلی جدید برای این بچه ها موضوع مهمی است. اغلب اونها باید کار کنند و به همین دلیل نمیتونستند سر کلاس درس حاضر شوند. حالا با شرکت در این برنامه ویژه آماده میشن تا به مدرسه برگردند. رانی بهاتی یکی از معلم های آنهاست. هدف ما اینه که تمام کودکان 6 تا 14 ساله بتونن به مدرسه برن، چون هر کودکی باید از حق رفتن به مدرسه برخوردار باشه. روزانه بین 100 تا 150 دانش آموز به اینجا میان. ما به اونا هندی، انگلیسی و ریاضی درس میدیم. بچه هایی که مجبورن کار کنن اغلب پیش خودشون فکر میکنن که الان باید مشغول درس خوندن و بازی کردن باشن، اما خانواده هاشون اونا رو فرستادن سر کار. به این فکر میکنن که بچه های دیگه میرن بیرون و بهشون خوش میگذره، اما اونا مجبورن کار کنن. این بچه ها در عمق وجودشون این احساس رو دارن. رانی برای مبارزه با کار کودکان با یک سازمان خیریه همکاری میکند. این خیریه به همت کایلاش ساتیارتی، فعال حقوق کودکان و برنده جایزه نوبل صلح تأسیس شده. بسیاری از شرکت‌ها و تولید کنندگان بزرگ خودشان کودکان را استخدام نمی‌کنند، اما در زنجیره اغلب نامرئی زیر مجموعه آنها می‌شود کودکانی را دید که کار می‌کنند. رانی به خانه کودکانی که به مدرسه نمی روند سر می زند و با خانواده های آنها در مورد اهمیت تحصیل فرزندانشان صحبت می کند. کار ما اینه که اصرار کنیم. اگه خانواده های امروز با همون خوب برخورد نکردن، شاید فردا رفتارشون بهتر بشه. اونقدر اصرار می کنیم که یه حرف مثبت از دهان پدر مادرها بشنویم. بهشون میگیم این روزا اگه بریم بانک و بخواین یه فرم ساده رو هم پر کنین، باید سواد داشته باشین. بعضی وقتا شاید کارمندای بانک بهتون کمک کنن، اما اگه اونا نباشن چه کار میکنین؟ رانی و این مدرسه تا حالا موفق شدن بیش از 50 کودک را به تحصیل تمام وقت بازگردانند. وقتی درسم تموم بشه میخوام معلم بشم، میخوام به دانش آموزام اطلاعات عمومی درس بدم. در حالی که این هفته لندن میزبان نمایشی از آخرین مدهای لباس است، فعالان اقلیمی و حقوق حیوانات نگاه بسیاری از دوربین ها رو بودند تا توجه صنعت مد را به نقش این صنعت در تخریب محیط زیست، استثمار کارگران کشورهای محروم و آزار رساندن به حیوانات جلب کنند. سیاوش اردلان به محل برپایی نمایشگاه مد لندن رفته تا از چند و چون اعتراض ها خبر بشه. سیاه و آلاینده پیامی هستش که فعالان حقوق حیوانات میخوان درباره صنعت فشن و مد در این هفته فشن در لندن بیرون ساختمانی که آخرین الگوهای فشن و مد در جهان به نمایش گذاشته میشه به دنیا منتقل بکنن. نقشی که فشن در آزار رسوندن به حیوانات و همینطور به محیط زیست داره. اینها بخشی از معترضینی هستند که در بیرون این ساختمان در طی هفته فشن در لندن دست به تحصن و اعتراض زدن تا به دنیا بگن که همه چیز درباره پوشیدن آخرین لباس‌ها و مدها نیستش. نگاه بکنید به تأثیری که این صنایع فشن در آلوده کردن هوا و تولید کربن و همینطور آزار رسوندن به حیوانات دارن. سیاوش اردلان بود. میانمار بزرگترین معادن سنگ یشم در جهان رو در خودش جا داده. صنعتی به ارزش سالانه بیش از 30 میلیارد دلار، اما صدها هزار نفری که به روبندگان یشم مشهور شدند مهاجرانی هستند که زندگیشان به دلایلی از جمله ریزش خاک، اعتیاد به مواد مخدر و بیماری در خطر است. سرویس بی بی سی برای برمه توانسته به این معادن دسترسی پیدا کند.
یک معدن یش در شمال میانمار. گروه های بزرگ روبندگان به طرف کامیون های یورش میبرند که آوار باقی مانده از معدن را تخلیه میکنند. میانمار بزرگترین منبع یشم جهان است. ارزش صنعت یشم میانمار سالانه بیش از 30 میلیارد دلار برآورد شده. روبنده هایی مثل نوه نوه وین از سهمانده های خاک این معادن امرار معاش می کنند. اوائل که اومده بودم اینجا تو معدن آب و غذا می فروختم. اما حالا من و دخترم با هم جوینده یشم هستیم تا پول بیشتری در بیاریم. هنوز چیز خیلی با ارزشی پیدا نکردم. بیشترین پولی که در آوردم 5 دلار بوده در ازای یک تکه یشم. اگه شانس بیارم و چیزی که ارزش فروش داشته باشه پیدا کنم با پولش برای خانواده غذا میخرم. این معادن به خطرناک بودن معروفند. بیشتر سوانح در گودال‌های عمیق اتفاق میفته. بعضی از مردها با وجود این کس خطرها آگاهند تا پایین گودال میدوند. وقتی که آوار می‌ریزه معدنچی‌های بالا و ته گودال به شدت مصدوم می‌شوند. به گزارش دولت برمه تنها امسال 110 معدنچی جانشان را از دست دادند. در میان این روبندگان اعتیاد به هروئین هم شیوع دارد. اینجا یک دور تزریق هروئین کمتر از 1 دلار تمام می‌شود. بعضی از این معتادها نوجوان هستند. کار خیلی سخته، به همین خاطر شروع به مصرف مواد کردم تا آرومم کنه. مردم میگن به کمک مواد مخدر میتونی شبانه روز کار کنی بدون اینکه نیاز به استراحت داشته باشی. دختر نوونه و وین امیدوار است که مادر و پدرش روبندگی را رها کنند. میترسم که آوار پر از قلب سنگ رو سرشون بریزه. همیشه نگرانم یه روزی در یه سانحه‌ای بمیرم. امیدم به اینه که روزی گوهر رویاهام رو پیدا کنم. گزارشی بود از معادن سنگ یشم میانمار. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی هستید.